مساقی جان، خسته نباشید. خیلی ممنون. لبخندتون به ثمر نشست. حکم حبس ابد حمید نوری اعلام شد. از حس و حال خودتون بگید و گفتید در صحبتتون این تازه نقطه آغاز خانواده‌های دادخواه و دادخواهیه. بفرمایید. من خیلی خوشحالم به خاطر اینکه امروز میتونم بگم صدای قتل عام شدگان، صدایی که در راهروهای مرگ گوهردشت و اوین و دیگر زندان‌های ایران خاموش شد، امروز اینجا پژواک پیدا کرد. در حکم دادگاه سوئد و در حکم یک دادگاه اروپایی کشتار شصب به عنوان یک جنایت بزرگ به رسمیت شناخته شد و به عنوان یک جنایت علیه قوانین بین المللی، علیه نرم‌های بین المللی. و ما از امروز وارد مرحله جدیدی خواهیم شد و رؤسای حمید نوری میبایستی پاسخگو باشند و میبایستی که در مقابل عدالت قرار بگیرند. پیام من به همه کسانی که امروز دست در جنایت دارن اینه: دادگاه حمید نوری میتونه برای شما یک پیام داشته باشه. امروز یا فردا، دیر یا زود، سراغ شما خواهیم اومد، اینجا یا اونجای دنیا. موضوع صرفاً به بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی ختم نخواهد شد. ما ارادمون رو نشون دادیم و ما فردای بهتری رو برای مردم ایران و برای دادخواهان در سراسر دنیا وعده میدیم، چنانچه تا امروز به وعده هامون عمل کردیم. وقتی که 11 سال پیش من و نیما سروستانی در ژاپن به معاون پور محمدی غلام حسین بلندیان به او هشدار دادم که در یک دادگاه ملی یا یک دادگاه بین المللی همدیگر رو خواهیم دید، او اون روز من رو تمسخر میکرد، ولی امروز دیدید ما به وعدمون عمل کردیم و به اون چه که به مردم ایران وعده داده بودیم عمل کردیم. و امروز دنیا شاهده که حمید نوری به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت در مقابل دادگاه سوئد قرار گرفت و همه اون چه که دادستان خواسته بود رو به طور تمام و کمال پذیرفت دادگاه و رأی به محکومیت حمید نوری داد. من از همینجا از فرصت استفاده می کنم از وکلای ما به خصوص یوران یالمارشون و بنگ اسلبری که از روز اول این پرونده همراه ما بودند و با مدیریت این پرونده و با تلاش‌های اونها ما به این نقطه رسیدیم. نام یوران یالمارشون و نام بنگ اسلبری بر تارک جنبش دادخواهی در ایران خواهد درخشید و جنبش دادخواهی تلاش‌های اونها رو فراموش نخواهد کرد. ممنون.